دره بقا دیشب. حملات هوایی بی سابقه اسرائیل به چند نقطه در عمق خاک لبنان. اسرائیل میگوید هدف مخازن موشک حزب الله بوده. نزدیک خونه ماست، فاصله زیادی نداره. موشک ها و گلوله ها رو میبینید؟ آها، نبی شیش رو زدن. برید تو، مواظب باشید. تصاویری که از زوایای مختلف توسط مردم ضبط شده، هراس و دلهوره ساکنان منطقه را نشان می‌دهد. یا رب. ساعتی پیش از این حملات، اینجا در جنوب لبنان، پهپادی اسرائیلی خودروی یکی از اعضای حزب الله را هدف گرفت. در این حمله، یکی از فرماندهان میدانی یگانهای موشکی این گروه کشته شد. و این امروز آن سوی مرز در اسرائیل، آتش سوزی هایی که حاصل موشکباران حزب الله است. این گروه در پاسخ به حملات دیشب حدود 80 راکت به شمال اسرائیل و بلندی های جولان شلیک کرد. بعضی از راکت ها توسط گنبد آهنین رهگیری شدند، بعضی هم به نقاط مختلف اصابت کردند. حملات حزب الله علیه اسرائیل تا کنون تلفات انسانیش کمتر از 30 نفر بوده. اما در این سوی مرز دست کم 100 غیر نظامی در 10 ماه گذشته کشته شدند. حزب الله هم بیش از 400 نیروی خود را از دست داده و بارها شاهد برگزاری مراسم تشییع در گوشه و کنار کشور بوده. با همه اینها، اینجا حتی بین طرفداران حزب الله هم کسانی امیدوارند آتش جنگ شعله ورتر از این نشود. امیدوارم که جامعه بین‌المللی نقش خودش رو برای آتش بس ایفا کنه، چون به نظر میاد که منطقه به سمت یک انفجار بزرگ حرکت میکنه و در این شرایط همه بازنده خواهند بود بدون برنده. کشته شدن نفر دوم حزب الله در ضاحیه حومه بیروت و ترور رهبر سیاسی حماس در تهران فصل جدیدی از بحران را در منطقه رقم زده. ایران و حزب الله همچنان بر حق خود برای تلافی علیه اسرائیل تاکید می‌کنند، ولی به نظر تهران برای این انتقام عجله‌ای ندارد. زمان در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. حزب الله هم زمان مشخصی برای تلافی نداده، اما این ویدیو را منتشر کرده، تصویری که ظاهراً از یکی از تونل‌هایش است. بی بی سی به طور مستقل نتوانسته صحت و سقم این تصاویر را تایید کند، اما حزب الله میگوید اگر جنگی بزرگتر در کار باشد، موشک‌ها از دل این تونل‌ها اسرائیل را نشانه خواهند گرفت. به نظر می رسد شدیدتر شدن حملات اسرائیل علیه حزب الله در روزهای اخیر بی ربط به این ویدیو نباشد. صحبت از انتقام ایران و حزب الله و تهدیدهای اسرائیل برای پاسخی تندتر هفته هاست منطقه را در برزخ قرار داده. اما با پیام امروز سخنگوی سپاه شاید فعلا همه نفسی راحت بکشند، حتی اگر شده برای مقطعی کوتاه.